این هفته میپردازیم به ابراهیم رئیسی، عبدالناصر همتی و سعید جلیلی. البته اینا رو خودتون خوب میشناسین، حالا یه نکاتی هم من اضافه میکنم. شاید ابراهیم رئیسی، رئیس و ساداتی، اصلا رئیسی نداره، ابراهیم رئیس و ساداتی معروف به ابراهیم رئیسی، 61 سال، متولد مشهد. ایشون 6 کلاس سواد مدرسی داره و البته مقداری سواد مکتبی که 3 سالش رو ظاهرا تو حوزه علمیه مشهد خونده، 3 سالش رو تو حوزه علمیه قم، 15 سالش بود که رفت قم. بحث مدرک تحصیلیش که تو این مناظره ها مطرح شد و داغش کردن و اینا، حجت الاسلام جزایری معاون آموزش جامعة المصطفی میاد وسط میگه شلوغ نکنین، مدرک علمی حوزه در تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است و بسیاری از کشورهای اروپایی و آلمان، بسیاری از طلاب ما را با همین مدارک حوزوی پذیرفتند. حالا من البته میگم چرا آلمان رو مستثنا کرده، جدا کرده، گفته، ولی این خیلی مهمه دیگه که در تمام کشورهای دنیا مدرک حوزه یعنی این چیزایی که اینا میرن تو حوزه ها یاد میگیرن، این رسمیت داره و در بسیار دروغ که حناق نیست که مالیات هم نداره، آخوندم که مالیات نمیده اصلا از بیخ. حالا میرسیم توی این برنامه یه چیزایی اینا میگن که آدم حاضره واقعا داشته و نداشته تش رو بذاره در طبق اخلاص در مقابل این حضرات، بگه تو بیا به من ثابت کن همه چیه، من روح و جسمم مال تو. میرسیم حالا. بله، خب انقلاب که میشه، آقای رئیسی 18 سالشه، میفرستنش دادستانی کرج به عنوان دادیار. سال 59 رئیسی 20 سالشه که میشه دادستان انقلاب کرج. بعد با دختر علم الهدا ازدواج میکنه، احمد علم الهدا که اون موقع رئیس کمیته منطقه 1 تهران بود. کمیته علم الهدا معروف بود تو تهران به خاطر استخدام لاتولوتا و سرکوب محلات. رئیسی سال 63 میشه معاون رازینی دادستان انقلاب مرکز. کل دهه 60 رو رئیسی معاون دادستانی مرکز بود از سال 63 به بعد، و تو هیئت قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 با همین سمت معاونت دادستانی مرکز حضور داشت. چندین هزار زندانی سیاسی که بیش از 90 درصدشون زیر 25 ساله بودن تو یکی دو ماه اعدام شدن و جناب رئیس و سادات همیشه افتخار کرده به اعدام کردن هزاران کودک و نوجوان در دهه 60. افرادی بودن که اینها حکمشون از نظر قانونی روشن بود. برخورد با جریان نفاق از اون برخوردهایی بوده که افتخارش مال امامه. امروز قهرمان ملی مبارزه با نفاق امام خمینی است. رئیسی سال 96 هم تو انتخابات شرکت کرده بود دیگه، قبل از انتخابات سال 96 که معروف شد به آیت الله قتل عام، ظاهرن مجبور شد که برای مصلحت این افتخار کردناش رو یه خورده دوزش رو بیاره پایین، کنار بذاره، و به جایی رسید که اصلا اومد منکر حضورش تو هیئت مرگ سال 67 شد. حکم ما کیا نوشته؟ یه سه نفره کیا هستن؟ 1. دادستان. 2. قاضی شهر. 3. نماینده اطلاعات. من کدوم یکی از این سمت داشتم؟ نه سمت من تو اون حکم هست، نه اسم من. منتها شما میخواستن هم تصحیح حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن. البته نمیم یه حیوانی ها که براش کف میزدن کیان و حرفاشو باور میکنن، کیا بودن این هیئت مرگ؟ واقعا اون که اولش نامه امام خمینی رو نشون داد در حکم قتل چندین هزار نفر. کیا بودن اعضای هیئت مرگ؟ همین ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، علی نیری و مرتضی اشراقی. این چهار نفر
مرداد 67 دیگه این مستند تاریخی است. مرداد 67 وسط اعدام‌ها میرن پیش آیت الله منتظری که مجوز ادامه کشتار زندانیا رو بگیرن. بارها پخش کردیم این فایل صوتی آیت الله منتظری به همت حاج احمد آقا پسر آیت الله منتظری منتشر شد. هزینه‌های البته براش داشت ولی ایستاد و منتشر کرد این رو و خب خیلی چیزا رو آشکار کرد. آیت الله منتظری به شدت بهشون تو اون جلسه ای که اینا میرن ببینن آیت الله رو اعتراض میکنه. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارن. یکی از این جنایتکارهای تاریخ که همونجا نشسته وقتی داره آیت الله منتظری این حرفا رو میزنه همین ابراهیم رئیسی است که انقدر تاریخ و کم حافظه فرض کرده که پخش کردیم صحبتشو میاد میگه من نبودم، سه نفر بودن من نبودم. روح الله حسینیان از مسئولان قضایی اطلاعاتی جمهوری اسلامی همون موقع و دوست رفیق شفیق سعید امامی که میدونید میگه به خاطر اعدام سال 67 باید از رئیسی تشکر کرد. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جزء این گروهی بوده که اعدام کرده منافقین رو. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اولا آقای رئیسی که از خونه صبح بلند نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین، مسئول کشور امام تشخیص داده ایشونو حکم داده و مسئول یکی از مسئولین این کار قرار. مردم باید تشکر بکنن از آقای رئیسی. دیگه انکار رئیسی من نمیفهمم چه معنی داره. سال 96 فلاحیان هم همین حرف رو زده و دیگر مسئولان جمهوری اسلام. یعنی دیگه اصلا انکار نشدنی مسخره تر از همه اینه که فکر میکنه تاریخ هیچ حافظه ای نداره. درسته کم حافظه است ولی نه اینقدر. رئیسی سال 96 که میخواست بشه رئیس جمهور خب ازش تشکر کافی نشد و رئیس جمهور نشد. حالا امسال ظاهرا میخواد بشه و بارها تو این مناظره های تشریفاتی تلویزیونی انتخابات از عدالت و عدالت طلبی خودش حرف میزنه. میگه این ملاکه دیگه. تو همین سه سالی که رئیس قوه قضاییه بوده عدالتش چه بوده؟ عدالتش یعنی برای اولین بار بعد از 30 سال مردم رو به خاطر نوشیدن الکل اعدام کردن. تو 30 سال گذشته این اولین بار بود که در تیر ماه 99 یک نفر رو به خاطر مشروب خوری اعدام کردن. یعنی نوید افکاری که بر اساس همه شواهد و اسناد و گفته وکلاش قتلی مرتکب نشده بود حکم اعدامش رو بدی بدون خبر به او به خانوادش به وکیلش از ترس اینکه یه وقت جلو جنایتت گرفته نشه. چه عدالتیست های النصر رو به رعب. تو دوره ریاست جناب عالی بر قوه قضاییه ایران افتخار ایستادن در مقام اول جهان در تعداد اعدام ها به تناسب جمعیت کشور رو به دست آورد. ای عدالت عدالت شنیدین شاید منم هم حوصله کردین این مناظره های سیمایی رو دیدین. عدالت عدالتش گوش فلاک رو کر میکرد. عدالتت یعنی آزاد گذاشتن دست دزدان کلانی که مال و جان ده ها میلیون نفر رو وسیله رنگین کردن سفره های خودشون و بستگانشون کردن. من فقط اسم بعضی دم کلفتایی رو میگم که مثلا مجازات شدن و رفتن زندان. یه چند نفری رو که وبسایت ارزشمند ایران وایر منتشر کرده که تو دوره قاضی‌القضاتی ابراهیم رئیسی به جای زندان رفتن ویلاشون دارن زندگیشون رو میکنن یا محکوم شدن تو دادگاه تشریفاتی مفسدان اقتصادی ولی اصلا زندان نرفتن. حسین فریدون برادر حسن روحانی سال 98 به اتهام رشوه خواری به 5 سال زندان و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شد. ساعاتی بعد از رفتن به زندان به مرخصی رفت و دیگر به زندان برنگشت. بابک زنجانی حالا یه قدر طول میکشه. خب بابک زنجانی که حکم اعدامش در اسفند 94 صادر شد بیش از 2 ماه است که به جای زندان در ویلای شخصی خود در لواسان است. بابک زنجانی و شرکایش 2 میلیارد دلار پول شرکت ملی نفت ایران را هنوز پس ندادند. جلیل صبحانی متهم پرونده پتروشیمی و محکوم پرونده اکبر طبری به 3 سال و 5 ماه حبس محکوم شد. جلیل صبحانی اصلا زندان نرفت.
اینا همه دست گلای دوره آقای رئیسی ها دارم عرض میکنم. بیژن قاسمزاده بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه به همراه اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در دوره لاریجانی محاکمه شد و حکم 10 سال حبس 74 ضربه شلاق گرفت. قاسمزاده هم مانند صبحانی تا امروز همچنان آزاد است و در یک آپارتمان لوکس در تهران یا در ویلای گران قیمت خود در بابل زندگی میکند. پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه وزیر رفاه دولت احمدی نژاد، محمد رضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی، علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه، سید محمد هادی رضوی داماد وزیر رفاه دولت روحانی و محمد رضا خانی مدیر عامل اسبق بانک سرمایه، اینا به زندان و رد مال و شلاق محکوم شدن اما همشون به بهانه‌های مختلف در مرخصیان. این علی دیواندری مدیر عامل اسبق بانک ملت و بانک پارسیان به 20 سال حبس محکوم شده و در مرخصی است. مهدی هاشمی رفسنجانی سال 94 به 10 سال زندان محکوم شد ولی در این سالها روزهای کاری هفته را در مرخصی بوده. سردار محمود سیف یا محسن سجادینیا که چند تا نام مستعار دیگر هم دارد در دادگاهی به نام مبارزه با فساد اقتصادی به 30 سال حبس قطعی محکوم شد. به شهادت یکی از همبندان سیف او از پنجشنبه 28 اسفند 99 راهی مرخصی شده و تا امروز به زندان بر نگشته است. اینه کارنامه های رئیسی. اینکه اینا مجازات نمیشن حتما مصلحتی توشه که مربوط می شود به بخش از کارنامه جناب عالی تو همین 3 ساله ریاست بر قوه قضاییه. عدالت تو محکم عمل کردن تو یه ریزی این ور اونور کوتاه نیامدن فقط در قبال مردمه، در قبال عرض کردم اعدام هاست. حکم بدی کسی که نمونه بارزش رو عرض کردم دیگه، قهرمان کشتی نوید افکاری، تمام شواهد علیهش بود، فقط تو میتونستی حکم بدی. برنامه مفصلی گفتم و حکم دادی، حکم اعدام، در حال که دادگاه حکم اعدام نداده بود، قرار بود، یعنی حکم اعدام داده بود، قرار بر این بود که برن رضایت از مقتولا رو بگیرن که مثلا گفته بودین که نوید افکاری کشته. هم وکیلش هم خانوادهش خود خانواده مقتول میگفتن اینا داستانه، حکم دادی بکشنش، انتقام بگیری از اعتراضات مردم در سال 96. بعد حالا تو این مناظره های انتخاباتی خیلی مسخره است واقعا. یارو رئیس قوه قضاییه است همین الان اونجا نشسته، پاس داره که اونم میخواد بشه رئیس جمهور، به یکی دیگه که اونم میخواد بشه رئیس جمهور همشون اونجا نشستن، میگه من اگه بیام سر کار، پاسداره میگه من اگه بیام سر کار تو افجد دو آباد تو میگیرم میندازم زندان. بعد اون حیوانی که تهدید شده واسه اینکه کم نیاره، همیشه تو این برنامه هم یه میگه چند نفر به یه نفر، همین همتی رو میگم، واسه اینکه کم نیاره میگه من اگه بیام سر کار تو رو تحویل همین رئیس قوه قضاییه میدم که اینجا نشسته و میخواد بشه رئیس جمهور. اینکه آقای همتی رجزخانی نظامی و جنگی را نمیداند یک مسئله است، ولی اینکه از دشمنان ملت ایران دلسوزی میکند عیب بسیار بزرگی است. اتفاقا ایشون در طی 3 سالی که در بانک مرکزی بوده کاملا با تحریم‌های آمریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر من دولت رو به دست بگیرم ایشون و تعداد دیگری رو در دولت آقای روحانی ممنوع الخروج میکنم و به دادگاه میسپارم. بعد همتی که کوتاه نمیاد، حیوانی لااقل اونجا میاد وسط تا حقش رو بگیره. من اولا خب همیشه گفتم به جناب آقای رئیسی احترام ویژه قائلم، ولی الان ما اینجا رقیب هستیم و من مجبور هم مطالب رو بگم برای اینکه ما باید مردم بدونن دیدگاه ما چیه. خب من الان یک شهروند عادی استاد دانشگاهم، ایشون رئیس قوه قضایی است. این بالاخره یه تعارض منافع داره جناب آقای رئیسی. من الان نمیدونم آیا امان نامه به من میدید که اگر بعد از اتمام اینها پیگیری نکنن علیه من، پیگیری قضایی نکنن،
به هر حال با این جملاتی که آقای رضایی گفتن که ما میخوایم محاکمه کنیم، واقعا جناب آقای رضایی من نمیدونم حضرت عالی هنوز این که در ارتباط با برخی عملیات که علیه شما شکایت هست همین که پیگیری نمیکنن، شما باید خدا شکر کنین. البته من اینم بگم شما فرمانده جنگین، ما احترام میذاریم به شما، فرماندهان جنگ عزیز ملت هستن، شما هم در کسبت فرمانده جنگ عزیز هستی، ولی خواهش میکنم اینجوری صحبت نکنید. من حتما اگر رئیس جمهور بشم شما رو به عنوان یکی از مخلین اقتصاد کشور که وضع معیشت رو به امروز آوردن حتما معرفی میکنم به خود جناب آقای رئیسی. من زندگی نامه ابراهیم رئیسی رو دیگه تو این برنامه تکرار نمی کنم، قبلا بهش مفصل پرداختم. فقط چند نکته رو که به همین نمایش مناظره های انتخاباتی مربوط میشه میگم. یک مثال از دانش اقتصادی و آگاهی ابراهیم رئیسی بذار بدین خدمتتون عرض کنم، بعد میریم روی موضوع های دیگه. موضوع صحبت به اصطلاح اون بخش از مناظره مسکن و ازدواج جوانان، این تیکه که میخوام پخش کنم براتون. رئیسی با مثالی که از استفاده از زمین مفتی آستان قدس میزنه، حالا کاری ندارم این زمین، زمینای غصبی آستان قدس در واقع میزنه، میگه ما روی این زمین ها چون 10 بلوک خونه ساختیم و دادیم به زوجهای جوان، مشکل مسکن رو میشه همینجوری تو مملکت حل کرد. تو آستان قدس رضوی بودم، یه روز رفتم در دانشگاه فردوسی و جوان ها همین سوال کردم، گفتم جوان ها چرا ازدواج نمی کنید؟ گفتن آقا کو مسکن، کو اشتغال. من به برکت حضرت رضا علیه السلام اومدم تو آستان قدس، زمینی مال آستان قدس بود، شروع کردم یه مبلغی هم گذاشتیم، 10 بلوک شروع کردیم به ساختن برای جوانهای، یعنی زوجهای جوان دانشجو. ببینید من عرض میکنم که اگر به جوانها میگیم ازدواج، حتما باید مسئله اشتغال و مسئله مسکن رو در کنارش فکر کنیم. آیا میشه یا نمیشه؟ کسانی که معتقد به نشدنند به قول جناب آقای دکتر رضایی، واقعا نمیتونن در این عرصه حضور فعال پیدا کنن. ما معتقدیم در این کشور میتوانیم اشتغال در کشور قابل این است که جوانهای عزیز مشغول بشن و دغدغه‌شون رفع بشه. ببینید ما امکان اشتغال در کشور بسیار داریم و این ظرفیت ها اگه فعال بشه، که فعال شدنش به هیچ عنوان سخت نیست. بعضا من در استان رفتم خدمت آقایون مدیران، با هم نشستیم جلسه کردیم، گفتیم آقا یک ماه وقت میدیم این واحد فعال کنید. من آمده اینجا خودشون جلسه گذاشتن، یه کاری هم بود ما به یه جا زنگ میزدیم پیگیری میکردیم، مثلا استمهال وزارت اقتصاد داری، مثلا نمیدونم مواد اولیه، مسئله من نیست اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه، باید فعال پیدا، حضور پیدا کنن. مسئله هم همینطوره، ما امکان حل مشکل مسکن جوانها رو داریم بسیار راحت، چون بیشترین هزینه مسکن مال زمینه. زمین در کشور ما شما میبینید، لازم به استدلالیست اینجا عرض بکنم، ما برنامه داریم مسکن اشتغال برای جوانها آماده متشکر. کردنه انشاءالله از ما مسکن و اشتغال، از شما متشکر. از ما مسکن و فلان و اشتغال، ببخشید از شما ازدواج. ما نشستیم کار چند تا کارگاه و حل کردیم تو مشهد، را افتاد. مسکن هم به همین راحتیه، زمین همینطور ریخته، میگیم بریم بسازین مفتی، خیلی راحته، اصلا فرمودن مشکل نیست. 2/3 مساحت ایران کویره، مفت مال شما، بریم بسازیم. البته اگه همون جام بریم بسازیم میام یقتون رو میگیریم، ولی به هر حال خیلی راحته. این روح راهلای احمدی نژادی و من فقط یه اشاره کوچک بکنم، مسکن مهری که احمدی نژاد ساخت با همین ایده رئیسی، همین شکل، زمین مجانی بریم میسازیم، کمکتون میکنیم فلان اینا، میدونین دیگه توی برنامه از قول خودشون مستند نقل کردیم که همین مسکن مهر با مشکلات عدیده روبروز، غیر از حالا ساخت و ساز مافنگیش و اینا روبروز، که قیمت هر متر مربعش در میاد کمتر از خدماتی که میبایستی از پیش براش در نظر گرفته میشده و داده نشده و بعد از نو این کار رو انجام داد. حالا میگه برین تو کبیر بسازید. یعنی چی؟ یعنی برق، آب، گاز، جاده کشی، خیابون کشی، مدرسه، نمیدونم همه این داستان. حالا
حالا برگردیم به موضوع نرخ بیکاری جوانای ایرانی که آقا داره میگه نمیدونم ما همه چی رو به راحتی درست میگوریم، دو برابر میانگین جهانی است، رسیده به 25% جمعیت. به این جمعیتی که رسما میگین بیش از 16 میلیون نفره، رئیسی میخواد هم زمین بده مفتی هم دستشونو به یه کار نون آبدار بند بکنه تا اینا برن ازدواج کنن. میگم روح راه حلای احمدی نژادی توی این مناظره ها همینطور پرسه میزن. رهبر معظم هم البته همین راه حل ها هم میشه خوشش میاد که وضع مملکت اینجوریه. زیر ساخت اقتصادی یعنی چی؟ تأمین منابع، ایجاد اشتغال یعنی چی؟ برنامه بودجه یعنی چی؟ اصلا منحل بشه بره که شد دور احمدی نژاد. چگونگی رفع تحریم های اقتصادی یعنی چی؟ اینا رو برای چی باید رئیسی بدونه؟ این مهمه که 2 میلیون فالوور داره. در ارتباط با مسئله فضای مجازی کار باید بسیار بشه. اون قسمتی که کار نشده، من خودم توی فضا هستم، 2 میلیون فالوور دارم. ابتذال دارین به این که چقدر این پوز دادن واقعا مبتذله، من کاری ندارم، ولی البته آقای رئیسی باید بداند که همچین پوزی نیست. این در قیاس با بقیه مسئولان، رهبر معظم پروستاتش رو عمل کرد، 400 میلیون نفر ازش احوال پرسی کردن. رهبری یه ناراحتی مریضی خیلی مختصری پیدا کردن، چند تا پیامک از به ایشون اومد. این پیامک ها رو من میگم، کسی که شفاهی نبود، فقط پیامک 400 میلیون 400 میلیون خورده پیامک اومد. جمعیت ایران چقدره؟ این 400 میلیون خداوند چجوری دلهاشو با ایشون کرده؟ کسی با خدا باشه، خداوند متعالم با اوست. کسی که امور رو برای خدا بخواهد، خداوند هم نسبت به او رو محبوب القلوبش میکنه. این قازل قضات مملکت اسلامی است که با یک دروغ از مسئولیتش باید کنار گذاشته بشه. آقای رئیسی، اگر ثابت کنی که 400 میلیون پیامک برای علی خامنه ای آمده وقتی پروستاتش ناراحت بوده و بیمارستان بوده، من میارم مداره که چه میدونم شناساییمو اینجا نشون میدم که شدم فالوورت، منم میشم فالوور.